رئیسی سال 1339 در نوقان مشهد به دنیا آمد. 6 کلاس درس خوند و به حوزه علمی مشهد رفت. 15 سالگی به قم رفت و با جنایتکارانی مثل فلاحیان و حسینیان و پور محمدی و نیری تو مدرسه حقانی هم دوره بود. زمان پیروزی انقلاب طلبه 18 ساله بود که هیچ سابقه کار سیاسی نداشت. رئیسی در 19 سالگی رسما برای شکنجه و بازجویی زندانیان کرج انتخاب شد. در 20 سالگی دادستان کرج و همدان شد. بعد هم جانشین دادستان تهران شد و سال 67 از اعضای فعال هیئت مرگ قتل عام زندانیان سیاسی در زندانهای اوین و گوهردشت بود. یکی از ایراداتی که با آقای رئیسی میگرفتن این بود که آقای رئیسی مثلا جزء این گروهی بوده که اعدام کرده مدافعین رو. خب آقای رئیسی رو باید جایزه داد. اینم جایزه ابراهیم رئیسی، آخوند بی سوادی که با قتل عام به قدرت رسید. 5 سال دادستان تهران، 10 سال رئیس بازرسی کل کشور، 2 سال دادستان کل کشور، 10 سال معاون اول قضایی خامنه‌ای، رئیس تولیت آستان قدس یعنی بزرگترین نهاد اقتصادی کشور و سرانجام رئیس قوه قضاییه. ذره اغماز نخواهد شد. کوچکترین اغمازی در هیچ مرحله نسبت به افراد ضد انقلابی که چه دستگیر شدن و چه بعد از این دستگیر بشن نخواهد شد و ما با قاطعیت نسبت به اینها برخورد کنیم. جلاد بیرحم زندانیان در جریان نمایش انتخابات ریاست جمهوری سال 96 از طرف خامنه‌ای کاندید شد، اما تو آتیش جنبش دادخواهی و افشاگری های مقاومت به خاطر قتل عام زندانیان سوخت. آخوند جنایتکار این بار هم با معرفی جلاد مصطفی پور محمدی برای نجات خامنه‌ای به صحنه شعبده انتخابات اومد، اما این بار هم با پاسخ مردم و خانواده های شهیدان همراه خامنه‌ای و نظام مشدود و نابود میشه. 67 یه هفته، دو هفته، عادل 67 یه هفته، دو هفته، عادل 67.